سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من امینم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. کلن ماینکرافت راز زیاد داره، یعنی اگه بخوایم در موردشون ویدیو بسازیم میشه 10 تا ویدیو ساخت، 50 تا مورد توی هر کدوم گفت. من یه ویدیو قبلا ساختم، اما یه ویدیو دیگه هم خواستم کار کنم، برم سراغ یک سری رازهای دیگه و اگر خوشتون بیاد در آینده باز هم از رازهای بیشتری میگم. پس تو ادامه همراه هم باشید. میدونستید میشه محل دقیق استرانگهولد رو از روی فسیلا پیدا کرد؟ درست شنیدید، فسیلا. کافیه وارد ندر شید و برید به بایم سول سند ولی. وقتی یه فسیل پیدا کردید به چانکش دقت کنید، چون اگر 0-0 باشه خیلی خوش شانسید. حالا میتونید استرانگهولد رو باهاش پیدا کنید. کافیه موقعیت پایین‌ترین بلاک رو تو فسیل در نظر بگیرید. یک سری رفرنس ها برای مختصات های ماینکرافت در نظر گرفته شدن که شما میتونید ازشون استفاده کنید. حالا یه مختصات جدید دارید که کافیه برید اونجا یه پورتال ندر بسازید و بیایید به اوورورد. حالا استرانگهولد جایی زیر پای شماست. البته این ترفند همیشه کار نمیکنه، اما بیشتر مواقع جواب میده. اگر با یه خوک وارد یه تونل با ارتفاع 2 بلاک بشید که سقفش با اسلب پوشیده شده، به یه گلیچ ایکس ری میرسید که اجازه میده اطرافتون رو ببینید و مستقیم برید سراغ چیزایی که نیاز دارید. آپدیت اپریل فولزی که برای نسخه 2 ماینکرافت منتشر شد خیلی عجیب بود. تو این آپدیت اگه به حیوانهایی مثل گوسفند زیاد غذا میدادید، شروع میکردن به چاق شدن تا جایی که میترکیدن. اگر بهشون گلدن اپل میدادید پرواز میکردن. جای مرغا هم با اندرمن ها عوض شده بود و اگر باهاشون چشم تو چشم میکردید در جا بهتون حمله میکردن. اگر اینا عجیب نبود، خب بلاک ها میتونستن حرف بزنن. بعضی وقتا موقع کار کردن با بلاک ها میدیدید که دارن حرف میزنن و بیشتر از شرایطشون مینالیدن. سالها پیش یکی از سازنده های ماینکرافت به اسم مارک کلی اسکین خاص برای افرادی طراحی کرد که تو کار مپ ساختن بودن. تمام این اسکین ها پریفیکس MHF یا مارک هد فرمت رو دارن و شما هم میتونید لیست کامل تمام سرهایی که به این شکل طراحی شده بودن رو ببینید. کافی از این کامند استفاده کنید تا سر مورد نظرتون رو بگیرید و ازش تو نقشتون استفاده کنید. اگر ویلجری بفهمه که یه اتفاق خطرناک داره نزدیکش میفته، این احتمال وجود داره که عرق کنه. یکم تکون میخورن و یه سری پارتیکل آب دور سرشون نمایش داده میشه. این امکان وجود داره که آیرن گولم ها ویلجر ها رو بکشن. تو نسخه قبلی ماینکرافت این باگ وجود داشت که اگر یه ویلجر بعد از تموم شدن رید یه فایر ورک شلیک میکرد و به ویلجر دیگه ای آسیب میرسون، آیرن گولم بهش حمله میکرد تا بکشتش، که خب از بازی حذف شد. تا به حال به طرح گل ها روی زمین دقت کردید؟ اینطوری نیست که با بومیل کردن یه نقطه گل ها خیلی رندوم در بیان و این اتفاق دقیقاً روی این طرحی که میبینید رخ میده. اگر هر منطقه‌ای تو فلاور فارست رو صاف کنید و بعد شروع کنید به بوم میل کردن، متوجه میشید که آروم آروم داره این طرح شکل میگیره. میدونستید اگر با بد اومن به ایگلو یا کلبه اسکیموی نزدیک شید که ویلجرش رو قبلا درمان کردید رید شروع میشه؟ این به این خاطره که بعد از درمان ویلجر، ایگلو به عنوان ویلج شناخته میشه و شما میتونید بدون نزدیک شدن به یه ویلج اصلی ریدتون رو تریگر کنید. اما این تنها راز ایگلوها نیست. تو این ایگلوها سرعت درمان شدن یک زامبی ویلجر افزایش پیدا میکنه. نکته اینجاست که آیرون بارها و تخت طوری کد نویسی شدن که سرعت درمان زامبی ویلجرها رو افزایش بدن. جفتشون هم که توی ایگلو هستن و دیگه بقیهش رو خودتون میدونید. آخرین نکته‌ای که باید در مورد ایگلوها بدونید مربوط میشه به محل قرارگیری پنجره. به دلیل جالبی پنجره ایگلو توی موقعیت خاص قرار گرفته. چرا؟ چون اگر از فرنیسی که توی ایگلو استفاده کنید، برف پشت سرش آب میشه و حالا شما یه بلاک آب دارید که ازش استفاده کنید برای درست کردن پوشن یا هر چیزی. تو ایونت ماه کامل ماینکرافت باید انتظار هر چیزی رو داشته باشید. مقدار اسپان شدن اسلایم ها 2 برابر میشه. عنکبوت ها ممکنه با افکت نامرئی بودن اسپان شن و 50% گربه هایی که اسپان میشن سیاهن. اکسلاتل ها واقعا موجودات کوچولو و بامزه این که یه ایسترگ جالب هم دارن. وقتی با یه سطل یه اکسلاتل رو بر میدارید به اینونتوریتون دقت کنید، میبینید که آیکونش 1 پیکسل پایین تر اومده تو جدول. این یه باگ نیست و یکی از سازنده های بازی گفته که به خاطر وزن اکسلاتل این اتفاق میفته.
قبلا در مورد زبون اینچنتینگ تیبل ها بهتون گفته بودم. این وسط یه سری واژه های جالبم تو این زبون عجیب دیده میشه. برای مثال The Elder Scrolls که به بازی بتستا اشاره میکنه. این قضیه به ماجرای تصمیم بتستا برای خرید ماینکرافت تو خیلی سال پیش اشاره میکنه. یه کلمه جالب دیگه کاتولوه که به کتاب های H.P. Lovecraft اشاره میکنه. کلی کلمه و ایسترگای دیگه هم وجود داره که به چیزهایی مثل سیمسونا و غیره اشاره میکنه. اسب زامبی که هنوز تیم نشده یه تکسچر مخفی تو فایلش داره. اگر برید و فایلش رو پیدا کنید متوجه یه تکسچر مربوط به زین اسب میشید که اگر اعمالش کنید رو پوسته اصلی با همچین چیزی مواجه میشید. اسپم کردن سه تا ماینکارت روی هم باعث میشه اتوماتیک شروع به حرکت کنه و حتی از روی خونه های خالی هم رد بشه. خیلی عجیبه. یکی از فایل های صدای بازی به اسم رپت فارست مود 9 در واقع صدای برعکس و آروم شده ویچ یا همون ساحره بازیه که همچین چیزیه. حالا صدای خود ویچ، صدای ریسپان انکر که این شکلیه، در واقع صدای برعکس شده یه پورتال ندره. موزیک اصلی ندر اسمش هست سو بلو که قسمت دوم یک اصطلاحه که میگه از اباف سو بلو که برمیگرده به یک سری مسائل فلسفی و برای مثال شخصیتی به اسم تاس که تو مصر به خدای مرگ و قضاوت شناخته میشه. موزیک محیط قارها تنها موزیکی محسوب میشه که شما میتونید تو زیرنویس ببینیدش. روزی میرسه که رازها و نکات ناشناخته ی ماینکرافت تموم شه، بعید میدونم. این ماینکرافت که خیلی ساده و کوچیک به نظر میرسه پیچیده تر از چیزیه که انتظار داری. حالا شما تو قسمت کامنت ها به هم بگید که دوست دارید باز هم سراغشون برم یا نه. با یه هدفگیری دقیق میتونید از بین یه بلاک پس و زمین تیر بزنید. حالا اینکه چطوری میتونید باش رفیقتون رو اذیت کنید خودتون بهتر میدونید. میدونستید یه بایم مخفی تو بازی وجود داره که دسترسی بهش ممکنه اما یکم عجیبه؟ اگر تایپ بافی ورد رو انتخاب کنید و بعد بذاریدش روی ماونتین اج تایگا یه ترکیب بایم جالب به دست میارید که تحت هیچ شرایطی تو حالت عادی اسپان نمیشه و در واقع بایم مخفی ماینکرافته. استرایدرها یه جوریان که انگار یه غم بزرگی دارن، اما خب قبلا حتی از اینم ناراحت تر بودن. اولین طرح از استرایدر اینطوری بود که وقتی از آب خارج میشد پاهاش شروع میکرد به لرزیدن و بعد رفتاری مثل ماهی از خودش نشون میداد تا بمیره. طبیعتاً این ویژگی از بازی حذف شد چون دیگه زیادی غمگین بود. فکر نمیکنم تا الان متوجه شده باشید که بارون بالاتر از ابرها هم میباره. ناچ قبلا گفته بود که یه لایه دومی از ابرها هم وجود داره. حالا اگر انقدر بالاتر برید که به اون یکی لایه برسید متوجه میشید تکسچر برف و بارون تغییر میکنه و خیلی پررنگتر و شدیدتر میشه. اگر توی قسمت سیده یه دنیای جدید تایپ کنید نورث کارولینا دقیقاً همون نسخه دموی بازی جنریت میشه. تو نسخه بدراک هم باید بنویسید فارست گلی تا به دنیای ترایال بازی برسید. میدونستید کرافتینگ تیبل یه ایسترگ خیلی جالب داره؟ اگر به دو طرف کرافتینگ تیبل دقت کنید متوجه دو تا ابزار جدید میشید که مثل بیل و کلنگ تو بازی وجود ندارن. تر هم خیلی واضحه. یه اره، یه چکش. یعنی قرار روزی به بازی اضافه بشن؟ فرض کنید ازتون بپرسم میدونید چند تا خفاش تو دنیای ماینکرافتتون وجود داره؟ بعید میدونم هیچ کس بتونه تعداد دقیقی بگه. خب این لاین توی صفحه F3 بازی دقیقاً برای همین کاره. این خط به شما میگه تو فاصله اطرافتون که رندر شده چند تا از هر کدوم از ماپا اسپان شدن. M برای هیولاهاست که هاستایلن. C حیوانهای اهلی رو نشون میده. A برای امثال خفاشاست که کار خاصی نمیکنن. U موجوداتی که توی آبهای زیرزمینی زندگی میکنن رو نشون میده. اولین W مال تعداد ماپایی که داخل آبن و دومین W هم برای ماهی هاست. طبق اطلاعات موجانگ تنها دلیلی که ساسپیشز استوب بازی اضافه شده این بوده که پلیئرها یاد بگیرن که گلهایی به اسم لیلی آف دی ولی یا زنبق سمیان. طرح ماهی که روی لباس ویلجر ماهیگیر میبینید در واقع یه رفرنس به طرح خیلی قدیمی ماهی تو ماینکرافته. بین 20 اکتبر تا 3 نوامبر تعداد خفاش‌هایی که تو بازی اسپان میشن دو برابر میشه. چرا؟ به خاطر هالووین.
صدای کلیک مانندی که تو بایوم باسالت دلتا میشنویم رفرنسی به گایگر کاونتره که در واقع دستگاهی برای اندازه‌گیری میزان تشعشعات اتمی محسوب میشه. هر وقت وارد آب میشید FOV یا زاویه دید شما 10 تا کمتر میشه تا بازتاب نور زیر آب شبیه سازی بشه. اگر قرار مدت زمان زیادی زیر آب باشید FOV رو 10 تا بالاتر ببرید. موزیک بک‌گراند ماینکرافت بر اساس تایم روز تغییر میکنه. اگر موزیک خاصی رو میخواد باید تایمش رو پیدا کنید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا هفته ی آینده خداحافظ.